وزیر کشور فرانسه از بسته شدن 17 مسجد از 89 مسجد مسلمانان کشور با ادعای داشتن ارتباط مشهود با آنچه فعالیت های جدای طلبی اسلامگرایان خبر داد جرال درامانان وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دولت 17 مسجد از 89 مسجد مسلمانان را به دلیل آنچه که ارتباط آنها با فعالیت های جدای طلبی اسلام خوانده خانده بسته است وی در پاسخ به سوالات نمایندگان پارلمان مدعی شد با استناد به قانون نقض قوانین امنیتی که باید در اماکن عمومی اجرا شود تا کنون درهای 17 مسجد بسته شده هرچند قوانین کنونی در فرانسه اجازه نمی دهد همه اماکن عبادی مشکوه تعطیل شود اما فقط 17 مسجد در چارچوب این قوانین بسته شدن او در ادامه مدعی شد 89 مورد از 2500 مکان عبادی مسلمانان در فرانسه مشکوک به ارتباط با فعالیت های جدای طلبی هستند. قوانین فرانسه تنها در دو مورد تعطیل کردن مکان عبادی را مجاز دانسته است که اولین قانون این است که آن مکان عبادی رابطه مستقیمی با یک اقدام تروریستی داشته باشد. دومین اینکه قوانین امنیتی را نقض کند که باید این قوانین در اماکن عمومی رعایت شود نمایندگان پارلمان فرانسه اواخر بهمن ماه گذشته یک قانون را علیه آنچه از سوی دولت این کشور جدایی طلبی خوانده شده و به بهانه احترام به قوانین تصویب کردند قرار است نمایندگان پارلمان فرانسه در سیوم مارس مصادف با دهم ده فروردین ماه این قانون را که پیشنویس لایحه تقویت اصول جمهوری نام دارد به طور رسمی مورد بررسی قرار دهند به گفته صاحب نظران به نظر میرسد رسد کردن مساجد در فرانسه بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا توجیهات امنیتی و اجتماعی